رزمندگان برای آزادسازی کامل شهر خانشیخون خیز برداشتند و ضربات مهلکی را طی روزهای اخیر به مزدوران اسد در این منطقه وارد آوردند. نبقى في ادلب حيث سيطر الثوار على عدد من الحوثيين. رزمندگان شهر ادلب در جنوب منطقه خانشیخون با تهاجم به مراکز نیروهای اسد تعداد زیادی از این مزدوران را به هلاکت رساندند. آنها توانستند چندین محور مهم این منطقه را به طور کامل به تصرف درآورند. همچنین محور ابو علا در نزدیکی مرکز اطلاعات هوایی اسد را با استفاده از تاکتیک کندن تونل به طور کامل منهدم کردند و تمامی مزدوران داخل آن را به هلاکت رساندند. طبق گزارشات رسیده در ادامه این سلسله عملیات، رزمندگان همکنون در نزدیکی پادگان خزانات و حاجز السلام که آخرین مراکز نیروهای اسد در این منطقه محسوب می شوند، در حال نبرد سنگین برای آزادسازی کامل شهر خانشیخون هستند. محور ابو علا که مورد تهاجم رزمندگان قرار گرفته دروازه جنوبی شهر محسوب می شود. رزمندگان از این طریق توانستند راه خود را برای تصرف دیگر مراکز دشمن باز کنند. بعد از درگیری های شدید با انواع سلاح ها، رزمندگان توانستند 4 محور و مرکز نیروهای دشمن را نیز به کنترل خود در بیاورند و به انبارهای تسلیحاتی آن دسترسی پیدا کنند. رژیم اسد برای پشتیبانی از نیروهای شکست خورده خود به طور دائم در حال بمباران این مناطق است. در منطقه معرت النعمان بعد از انهدام پادگان از زیف توسط رزمندگان در حال حاضر سکوت موقتی در خط مقدم نبرد حاکم است. نیروهای اسد بعد از این ضربه سعی می کنند از مواضع خود خارج نشوند. رزمندگان نیز به طور ناهماهنگ به سوی آنها شلیک می کنند. دشمن شکست خورده چند بار اطراف این منطقه خصوصا شمال را با بشکه های انفجاری بمباران کرد. انتخابات خونین نام تظاهرات این هفته مردم سوریه است. مردم تمامی شهرهای سوریه به خیابانها آمدند و علیه انتخاباتی که نظام اسد سعی دارد آن را به هر ترتیب و با کشتار مردم برگزار کند شعار دادند. تظاهر کنندگان خشم و کینه خود علیه این نظام جنایت پیشه را ابراز کردند. انفجار یک ماشین بمب گذاری شده در بین نمازگزاران در یکی از شهرهای ادلب باعث تلفات سنگینی شد. این جنایت علیه بشریت است که رژیم اسد مرتکب می شود. سکوت جامعه بین المللی ننگاور است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی یک ماشین بمب گذاری شده در شهر بنش از توابع ادلب منفجر شد. این اقدام باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از ساکنان این منطقه شد. گزارش گزارشگر تلویزیون اورینت از صحنه را می‌بینیم. ساکنان شهر بنش در حال خارج شدن از محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه این شهر بودند که یک ماشین انفجاری در ورودی این محل منفجر شد. این ماشین از نوع هوندا بود که از سمت مغازه های اطراف به سمت جنوبی نمازگزاران آمد. هزاران نفر در حال خارج شدن از دانشگاه اصلی شهر بنش بودند. ای ظالما، ای ظالما، ماشین رو در وسط جمعیت منفجر میکنید؟ مردم بعد از برگزاری نماز در حال خروج از این محل بودند. این ماشینیه که منفجر شد. مردم هم از این سمت در حال رفتن بودند.
در این خودرو مقادیر زیادی مواد منفجره به کار برده شده بود. تعداد زیادی از ساکنان قربانی شدند که اکثراً از بزرگان و متاسفانه شدت انفجار به حدی بود که هویت اکثر این قربانیان هنوز معلوم نیست. این داستان یکی از بزرگان ماست که بر اثر انفجار ماشین که در بین مردم منفجر شد اون رو پیدا کردیم. این انفجار زمانی انجام شد که تمام نمازگزاران در اینجا بودند. اما اعداد الجرحى والتي وصلت تعداد مجروحینی که به بیمارستان‌های این محل و اطراف برده شدند تا به حال 60 نفر گزارش شده است که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. ساکنان هم اکنون در حال جستجو در بین ویرانه‌ها برای پیدا کردن اجساد یا مجروحین احتمالی هستند. تمام ساکنان این شهر نظام اسد را به دلیل بمباران‌های بی‌وقفه در روزهای گذشته با بشکه‌های انفجاری عامل این قتل عام می‌دانند. طیران بعد التفجير مباشره تفجير من عصابات الاسد. این انفجار رو بشار اسد و مزدوران اون برنامه‌ریزی کردند که ماشین رو در محل مغازه‌ها و وسط جمعیت منفجر کنند. الطاغی بشار اسد تفجير عن جميع الكبير في السوق. عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا في لندن شن وزير الخارجية الأمريكي هجوما أبعاد واکنش بین المللی به جنایات اسد علیه مردم سوریه بسیار ناچیز است. اما اپوزیسیون سوریه تلاش می کند جامعه جهانی را برای پایان دادن به این دیکتاتوری خونریز به حرکت درآورد تا پشتوانه سیاسی برای رزمی بی امان رزمندگان در صحنه های نبرد باشد. به لندن می رویم و به آخرین دستاورد سیاسی اپوزیسیون سوریه نگاهی می اندازیم. در کنفرانس دولت سوریه که در لندن برگزار شد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت انتخاباتی که قرار است اسد در این کشور برگزار کند به بازی گرفتن دموکراسی و بسیار مسخره است. وزیر امور خارجه انگلستان نیز تاکید کرد کشورش آماده است که کمک‌های بیشتری به اپوزیسیون و گروه‌های میانه‌رو سوریه انجام دهد. در این میان نماینده روسیه نگرانی و برآشفتگی خود را از برگزاری این کنفرانس پنهان نکرد. به گفته مقام‌های کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس، نظام اسد با اعلام برگزاری یک طرفه انتخابات در این کشور از مفاد توافق‌نامه‌های کنفرانس‌های ژنو سرپیچی کرده است. این گفتار اسد که میلیون‌ها نفر قصد دارند در انتخابات قلابی آینده شرکت کنند، به سخره گرفتن دموکراسی به حساب می‌آید. موضع مشترک کشورها به اجماع برای کمک به اپوزیسیون سوریه و ارتقای موقعیت سیاسی آن راه برد. به طور مشخص قرار شد برای تسلیح رزمندگان و رفع مشکلات مالی اپوزیسیون تمامی کشورها میزان این کمک‌ها را اعلام و طرح‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. همچنین در این کنفرانس قرار شد سرکردگان نظام اسد که به سرکوب مردم و مبارزان سوریه مشغولند مورد پیگرد قانونی از طرف کشورها قرار بگیرند. در این کنفرانس جان کری گفت اگر رژیم سوریه مجدداً از گاز سمی کلور یا گازهای شیمیایی مشابه در منطقی که در اختیار رزمندگان است استفاده کند، بایستی منتظر واکنش کشورها و عواقب این اقدام باشد. این کنفرانس با صدور بیانیه شدید و لحنی نسبت به جنایاتی که اسد تا به حال در حق مردم سوریه انجام داده و همچنین اجماع جهانی به منظور کمک به اپوزیسیون سوریه پایان یافت. نبدأها من درعا التي تشهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق من قبل قوات النظام و نظام اسد به تلافی شکست های پی در پی خود در چند روز گذشته در اکثر استان های این کشور دیوانوار دست به کشتار مردم بیدفاع با حملات هوایی بی سابقه زده است. یکی از این شهرها که رزمندگان در چند روز گذشته شکست های سختی را در چند محور به نیروهای اسد وارد کردند، شهر درعا و منطقه نوا بود.
رژیم اسد این مناطق را با بیش از 400 موشک و بیش از 6 بار مورد حملات وحشیانه هوایی قرار داد. این اعمال جنایتکاران هنگامی به وقوع پیوست که رزمندگان یک گردان کامل نیروهای اسد را در شهر نوا به محاصره درآورده بودند و در حال پاکسازی کامل این گردان از مزدوران اسد بودند. الله اكبر مدينه نوا، الله اكبر مدينه نوا، الله اكبر الله اكبر، النظام يرجم مدينه نوا بالصواريخ، الله اكبر الله اكبر، هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله لا اله الا الله. يوم الجمعه 16/5/2014 حسبنا الله ونعم الوكيل، الله اكبر لا اله الا الله. أكثر من 100 صاروخ على مدينة نوى، مصباح يوم الجمعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ساکنان قوطی شرقی دمشق برای کمک کردن به کودکانی که به دلیل محاصره ضد انسانی توسط رژیم اسد از ابتدایی ترین نیازها محرومند فعالیت می کنند. مجموعه ای از فعالان در قوطه شرقی دمشق با ایجاد سرگرمی های متنوع از قبیل بازی های جمعی، تئاتر و نقاشی به کودکان این منطقه کمک می کنند. صحنه های توپباران و کشتار و ویرانی بر روح و روان کودکان این منطقه سایه افکنده است. گروه فعالان نسل آزادی برای جبران این ضایعات در چند مدرسه این منطقه دست به کارهای جالب و انگیزاننده برای کودکان زده است، به امید اینکه با این کار بتوانند حتی یک لبخند کوچک هم که شده بر لبان این کودکان بنشانند. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن اليوم بلشنا بحمله للدعم النفسي. ما این کار رو با دایر کردن یک دفتر به نام نسل آزادی شروع کردیم و از تمامی کسانی که میتونن در این کار شرکت کنند و به کودکان این منطقه کمک کنند دعوت کردیم به کمک ما بیان. این کار با توجه به امکاناتی که داریم از یک مدرسه شروع شد که حتما اون رو گسترش خواهیم داد. ما به مدرسه اومدیم، به ما جایزه داده شد. ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه نمایش برامون اجرا شد. دوست داریم زود به زود به اینجا بیاییم. هدایا صغیره. هدایایی که به کودکان داده می شود بسیار کوچک است و شامل وسایل نقاشی می شود و چیزهای ساده ای از این قبیل، اما همین ها باعث خوشحالی وصف ناپذیری در قلب و ضمیر این کودکان معصوم می شود، گویی که با این لحظات به سوی آرزوهای کودکانه خود سفر می کنند. على الرغم من الحصار الخانق الذي فرضه النظام عليها ولكن جوانان انقلابی در قوطه شرقی در حومه دمشق با وجود محاصره شدید این منطقه اخبار جنبش مردمی سوریه را به دست مردم میرسانند. همکنون تمامی منطقه قوطه شرقی زیر بمباران و محاصره قرار دارد، اما جوانان سوری روزنامه‌ای را جایگزین روزنامه‌هایی که سابقا در این منطقه چاپ و منتشر میشد کردند و اسم این روزنامه را انقلاب وطن گذاشتند. در روزنامه انقلاب وطن تمامی تحولات انقلاب سوریه که در کل کشور اتفاق می افتد چاپ می شود. کارکنان و هیئت تحریریه این روزنامه از جوانان انقلابی و پیشتاز این ناحیه هستند. آنها امکانات بسیار محدودی در اختیار دارند و این کار با ارزش را با همین امکانات محدود پیش می‌برند. صفحه‌های این روزنامه سیاه و سفید است، اما تمامی اطلاعات مربوط به پیشرفت انقلاب را به اطلاع مردم می‌رساند و تأثیرات زیادی بر روی مردم این ناحیه بر جای می‌گذارد. ما به خاطر اینکه تقریبا برق نداریم نمیتونیم اخبار رو از طریق کانال‌های جهانی دنبال کنیم. این روزنامه در ساعات اولیه صبح در مناطق مرکزی و نسبتاً پرجمعیت بین مردم توزیع می‌شود.
کار مهم و پراهمیت این است که این روزنامه در شرایط محاصره در همین قوطه شرقی منتشر می شود. این کار اراده جوانان این منطقه را نشان می دهد که تسلیم شرایط محاصره و جنایات اسد نمی شوند.